من بدبخت بابا جون فقط 3 سالم بود که این سپیده به دنیا آمد. شما ورش داشتین این بچه رو گنداقی کلم پیش گذاشتین تو بغل من، بعد رفتین پیش این داداش توفیق و تو گفتین داداش توفیق این دوتا چقدر به هم میان؟ آخه واسه چی این کارو کردین؟ ببین آقا فرهادی که اون پایینه، ببین مطمئنم به تنها چیزی که فکر نمیکنه ازدواج با توه. آخه دخترم و پسرم هم نیستین آدم دلشو خوش کنه. توفیق و بهمن عین برادر میمونن، ولی ما که غیر دعوایی چی ازشون خوب حالا داداش هم نیستین، فقط رفیقی. ببین این بار آخر باشه از این حرفام زنی ها، اینو بکن آزه گوشه تا آخر عمر دیرت باشه. من و توفیق هر اتفاقی که برامون بیفته از برادر به هم نزدیکتر. من با دوستام هم فکری کردم به این نچه اصلا که من زن نمیخوام. تو جای من بودی میتونستی آروم باشی؟ تو چشای من نگاه کرد بهم گفت نه نمیخوام. من تو خبر نداری همون توفیق اومده؟ اگه بدونی به دخترش چیا گفتی که وای به حال. بابا این پسر 30 سالشه، تصمیمش هم اشتباس. منم بارها بهش گفتم نمیفهم. به پسرت بگو بیاد لیست کسایی که میخوان با دختر من ازدواج کنن و ببینه از سر تا پایین وقتی نگاه میکنه با دماغش میتونه مثل ریل قطار خط بکشه رو دارم. چرا بی خودی اسم دختر مردم گذاشتی؟ چرا آبرو منو برد؟ من اسم دختر مردم گذاشتم؟ اسم من گذاشتم؟ شما گذاشتید، ابو توفیق گذاشتید، اینا همه جا جار میذارم. داشتی؟ بابا خان داشتی؟ مادرش نیست. من این شیر اینجا ما قرار نیست این بچه داد بزنی. به چیزای خوب فکر کن. موازیکان ایتالیایی. شاید به شوهر ایتالیایی. شوهر ایتالیایی؟ ببین میگن خدا گر زرفت ببندد در روز رحمت و شاید در دیگری همینه ها. من یه تار موی فرهاد رو با 100 توی مثل این عوض نمی کنم. اشتباه میکنی خب عزیزم. بابا شیرونیه. واقعا؟ به هر حال جذابیت ایران برای خودش اینه که یه رگش ایرانیه. What do you feel about rooting in your father's homeland for the first time? It's great to be here and I hope I can find my father Humayun as soon as possible. I will straight tell him that I just came to find him. This is my biggest dream playing for the Iranian national team, but you have some great footballers here, it will be hard. برنامه ما امروز راجع به یکی از جنجالی ترین گزارشات چند سال اخیر پشت پرده فوتباله. من خودم وقتی رفتم خب 3 دوره آقای گل بودم تو لیگ ایران و میخواستم برم یه تیم دهم باشگاه امارات بازی بکنم. تایم من گرونترین بازیکن اتریش انتخاب شده بودم. لژیونر، این کلمه فرانسوی اولین بار چه باره فوتبال ما شد؟ لژیونر به کیا میگه؟ اونا که از ایران میرن تو کشور خارجی بازی میکنن یا بازیکنهای خارجی که وارد کشور ما میشن؟ ما بدون کارشناسی، بدون اینکه ریزنومه ای از بازیکنهای خارجی داشته باشیم، بازیکنها رو استخدام میکنیم. یه آدمایی هستن دلالن، قبول کنیم، با رئیس باشگاه در ارتباطن، با بازیکنای اون تیم که یه باند درست کردن در ارتباطن، با مربی تیم در ارتباطن. سالهاست داریم این تهدیدو میشنویم. اگه اون پشت پرده چه خبره؟ چرا هیچ کسی راجبش حرف نمیزنه؟ اما ما حرف میزنیم. قسمت اول امروز راجب بازیکنایی که وارد فوتبال ایران شدن با قراردادهای آنچنانی. به برنامه کارت زرد خوش اومدید. از فرودگاه بین المللی امام با شما صحبت میکنم. امروز اومدیم اینجا تا گزارشی تهیه کنیم از وضعیت و برخی از مشکلات بازیکنان خارجی در ایران. دقت کنید، لذت ببرید. یا سربان مشکل چیه الان ایشون؟ بس مشکل ببینم. 300 میلیون به دهی مالیاتی. 300 میلیون به دهی مالیاتی. این مرد من فقط 2 بار 13 میلیون تومان اینجا پول گرفتم. این چیه اصلا؟ من اینا رو حالیم نمیشه بره نداره مالیات. بله بله بفرمایید شما. بفرمایید من رسیدگی میکنم. بابا جان شما چیکار میکنید؟ خودتون بهش شکایت کنید. آره آره خب ببین تو الان باید ریلکس بشی، ریلکس آروم سدیس بعدا تصمیم بگیرید. من اومد اینجا قضای ما فقط بالا اوکه من
دارم میمیرم، خسته شدم، بر بکنه من قط بر بکنه من قط شد قط شد من اجاره هیچی؟ تو کنگو همه چی خوب بود؟ یعنی همه چلو کباب خورد، فلافل نبود، بعد قط نشد، هیچی نشد، نمیشه که آمه بیده من هیچ حب با تو ندارم، اوکی؟ فعلا نمیخوام با خاطره بد بری، تو یه خاطره خوب تعریف کن از مدتی که تو ایران بودی. نمیگی؟ یه خاطره بد حد اقل مسخره میکنی پا. نه مسخره ناراحته، حق دارش. دوستان عزیز دیدید این تازه برخی از مشکلات دوستان ماست. دیدید که بازیکنی که موقع اومدنش اون به خبری بود 11 دقیقه بیشتر بازی نکرده، یه توپم به پاش نخورده، بعد 300 میلیون بدهی مالیاتی داره. ایشون الان میره شکایت میکنه، یعنی تا چند وقت دیگه فیفا با یه اتاق اختصاص بده به مشکلات و شکایات بازیکنان خارجی از فوتبال ما. چند سال پیش قانون خنده‌دار تصویب شد به اسم سقف قرارداد. نتیجهش این بود که فقط برگ اول قرارداد روی میز بود، بقیه زیر میز. اسمشو گذاشتیم شفاف سازی. فکر میکنید این خیلی بده؟ نه، بدترش هم هست، اونم دستمزد بازیکنان خارجیه. میدونید چقدره؟ اگه بگم گاهی بیش از 70% رقم قرارداد بازیکن‌ها به یه دلال میرسه، باور میکنی؟ حالا این دلالا کیان؟ دوم هم پاک شکسته، عکس گرفتم. عکس گرفته با چی؟ من بهت نگفتم پزشکی، تست پزشکی، دکتر، چرا چی همه با من؟ بعدم اگه اشکالی نشون چون با فوتوشاپ درست میکنم برای دیگه. راه نمیتونم برم، فوتوشاپ چیه؟ من اولی فوتو نگفتم، اطور نیمکتی میخوام. اون نیمکتی یعنی چی؟ یعنی که شما برید بشین رو نیمکت، چهار تا تماشا جادار بزنن، هوا بزنن، یه اسم صدا بکنن. خدا میفهمم. تابلو آبی گال داشته این کارا. صد بار به خدا دخالت نکن. الحمدلله رقمایی که میدیم رقمای قابل توجهیه. آدمی که با فوتبال سر رشته داره، کارش اینه، نمیاد خیانت کنه به پول باشگاه. مطمئنا دلال ها استفاده میکنن از این موضوع. واقعا این دلال ها از جون این فوتبال چی میخوان؟ کی میخوان دست از سر این فوتبال بردارن؟ که با این کاراشون آبروی فوتبال کشور ما رو دارن میبرن. من قضاوت رو میذارم به عهده ذهن فهیم و باهوش شما، خودتون داوری کنید، من دیگه حرفی ندارم. تابش مسرور، فرودگاه امام، تهران. نمیشه آقای محترم، نمیشه. الان های سیزن کار ماست، سویتی که برایشون بوک شده مینیموم تریپل قیمت. تریپل چه خانم؟ اصلا بر ما مورتیپل حساب کنید، شما فرق نمی کنید کش حساب میکنین یا کارت میکشین. اصلا بحث یک قرون دوزار نیست، شما طرف حسابتون هنوز نشناختین. طرف حساب هتل جناب عالی و مهمونتون هستین. نه خیر خانم، طرف حساب شما باشگاه، اصلا من نیستم. من میفهمم شما چی میگی، ولی شما انگار منظور منو متوجه نمیشین. چی متوجه نیستم؟ صورت حساب هتل نشون میده با طلبی که از باشگاه شما داریم، همین الان این همین هتل همین بغل میتونیم بسازیم بریم بالا. خیلی خوب، پاسپورت این بنده خدا رو بدیم من برم. متاسفم، تا تصفیه نشه کاری از دست من ساخته نیست. جونم سفیده بگو چی؟ چرا گریه میکنی؟ خب حرف بزن چی؟ خیلی خوب خیلی خوب، الان میبینم الان میبینم. باشه باشه. گاهی بیش از 70% رقم قرارداد بازیکن‌ها به یه دلال میرسه، باور میکنی؟
سر توفی Where's the problem? I'm waiting inside. We're waiting too much. Shorty, Biro. I'm waiting all the time inside. They say I cannot stay here. You should just wash. What are you doing? Come on, come on, jump down with me. What are you doing? خوب. از این کار برای امروز بکشین. اینم چکه تا آخر هفته. که به شما ثابت بشه که ما بحثمون پول نیست. رمز اینم وارد کنیم. بزنیم 45-54. حسل ما منزل امن شماست. کاری میکنم که انقدر بهش خوش بگذره که هفته یک بار بیاین از این چکا بکشین. چقدر مهربون شدین. پول چی کارا که نمی کنه. ممنون. روده بوشو سکو بوشو بریم. آقا اجازه بدین من برای تو بیارم. Thanks. آقا نکن این کارها رو نکن. این بازیکن خارجی ها رو نیار اینجا آوارشون کن. همین کارها رو میکنید اسم مملکتمون بد در میاد دیگه. خلاصه به نظر من اینجور پولا خوردن نداره. بله ببین این رفقیم خارجیه زبون ما رو نمیفهمه. ببرش بالا ببین کم و کسی چیزی نده برش انجام بده. بسی اونو بده. اخر گفتی خوردن نداره. گفتم یه هم میخوری تو گلود گیر میکنه. با زبون خوشنی بری بالا هر کاری که داشت برش انجام میدی وگرنه کدبسه میبرن پیش مدیر پوستو میکنن. یک به خاطر اینکه برای انعام کار نکنی. دومی که تو کار مردم فضولی نکنی. سومی که بهشت و جهنم برای کسی تعیین نکنی. روشنه؟ حال فردو خداحافظ. سی یو لیتر. بای بای. هم خبر نداره. این آدم هایی هستن دلال هم. قبول کنیم با رئیس باشگاه در ارتباط هم. با بازیکن های اون تیم که بان درست کردن در ارتباط هم. با مربی سال هاست داریم این تهدید رو میشنم. اگه اون پشت هرده چه خبر میشنم. چرا هیچ کسی راجبش حرف نمیزنه؟ ما حرف میزنیم. قسمت اول امروز راجب بازیکن هایی که باید کنیم ایران شدن با قرار داده های ماجه. وای بابا بازم گل فرنگی بازم تو خمار بیان تو مردیم بس که اوملت خوردیم. به حال بابا جون ما اینقدر از آنو برمیاد دیگه. من که مثل شما آشپز حرفه‌ای نیستم که آش بپزم واسه رفیقم یه وجب رو آقا مشتم شه. بابا کار حرفه‌ای شبت به آشپزی نداری. بابا ببینم از این گزارشون چه خبر. چند تایی لایک خورده بابا تا الان 30,000 تا لایک خورده. رکورد زدی. 30,000 تا لایک خورده. دانلودم 3,000 تا رو رفع کرد. خب خدا رو شکر پس لایک خورش ملسه. الان به نظرت کار شما خیلی بد بودی یا کار من؟ چون اگه من جای عمو توفیق بودم با این کاری که کردی دیگه اسمت هم نمیاد. بابا عمو توفیق منو میشناسه. میدونه من واسه دوست و دشمن شمشیر رو از رو بستم. خودش میفهمه که رسانه رسالت داره ارزش داره. بعد من تو کارم خیلی جدیم. با هیچ کسی لابی نمیکنم. بابا بابا جان لابی کردن یه چیزه، شمشیر در رو بستن یه چیز دیگه. البته الان که شما اصلا زدی شقش کردی.
ولی من حسابی از کار خودم پشیمونم. این چرا من نشستم با خودم فکر کردم و دیدم که حق با شماست. برای همینم میخوام شما یه لطفی بکنید. بی زحمت پاشو برو بالا. با همون توفیق صحبت کن. این کدورت بین من و سپیدر یه جوری برطرفش کنید. که ایشالا دیگه رسمن بریم برای خواستگاری جلو. شونو بابا راست میگی؟ آره باشه مخلصم هستم. شما روت میشه؟ چرا روم نشه بابا؟ خواستگاری صد بار باید بری و بیاد تا بالاخره بهله رو بگیری. بابا جان شما رفتی تو اتاقش دوربین کار گذاشتی ازش مخفیانه فیلم گرفتی چجوری رود میشه؟ مثل این شما اصلا ندیدی نه؟ اون گزارش خود من تهیه کردم، فیلمش هم خودم گرفتم، ادیت کردم، دادم دست تاروش بذار رو سایت. بیه این تیکر بابا نگاه کنم. چی میگی بابا؟ بیه اینجا نگاه کنم. این دلالا چی ها؟ تو هم پا شکسته عکس گرفتم. عکس گرفته رو چی من به در گفتم این دلالا چی بابا؟ به جون خودت اینا کار من نیست ها؟ عزیزم یعنی ندیده بودی؟ دسته به که نه این کار این تابش نگاه کن توفیق نده ببین کار اون ساخته است چپی شعوری این تو با عربش الان نمیخواد کاری بکنی چون دیگه همه دنیا دیدن دستم بهش برسه پوست جو میکنم. بابا جان حالا که شما به نظرم اینقدر رسالت رسانه بالاه خب یه ناظر پخشی ناظر کیفی چیزی بذار که اینطوری گرفتار بشه. ببین بابا ببین میدونه چه غلط کرده گوشیشو جواب نمیده. سلام علیکم خیلی خوش آمدین در خدمتتون هستیم بفرمایید. جان واو تو چقدر چشات خوبه. شما لطف دارین خیلی ممنون. توش عشق زندگیه. خیلی ممنون متشکرم بفرمایید. دوست داری بازیگر بشی؟ من تو چه عرض کنم خدمتتون آخه من خودم معرفی نکردم. من مسئول کستینگ یه سریال واسه ایدم. آخه من دیگه آخه من نداره یه نیمرخ بده. نیمرخ اون بر سه رخ عصبانی اخ لبخند عالیه عالیه. یعنی شماره تو بزن تو گوشین فردا به زنگ میزنم واسه پس فردا هماهنگ میکنم. ریش تو نزن موهاتم کوتاه نکن. چشم حتما خواهش میکنم. راستی این فوتبالیست خارجیه کو؟ آلفردو پادینی؟ اتفاقا خودم هم ایتالیاییم خیلی فوله. اگه بخوای میتونم برا ترجمه کنم. به به تو کجا بودی پسر؟ راستی فکر کنم اتاقش 306 بود. 307 207 یه دقیقه وایسا. چشم بریم. تو فکر کردی من اینقدر عشق بازیگری هم؟ چی شده؟ با همه شوخی با هتل چهار ستاره ما هم شوخی. امنیت اطلاعات مسافرهای ما اولویت اول ماست. اگه ظرف 30 ثانیه اینجا رو ترک کردی که هیچ بگرن زنگ میزنم حراست. خودم میرم نمیخواد زنگ بزنی حراست. در زم فن بیانت افتضاح فکت جلو سینوشینت میزنه چشات تابتا تو چشات هم زندگی و عشق نیست مرگ و میره. اصلا به درد بازیگری نمیخوری. چیه دارم میرم بیرونم.
وضع رانندگیه. 140 کیلومتر داری سرعت میری. سرعت مجاز این بزرگ را 90 کیلومتره. راننده آمبولانسی؟ میخوای جون کسی رو نجات بدی؟ نه، خب یه نفر رو بکشم. شما همینجوریش خیلی رو به کشتن میدید. غیرتا امروزه رو به ما گیر نده. اصلا مسئول درستایی من ندارم. سلام عرض کردم جناب. سلام. پوله از اینو دیدی؟ نه قربان. ببین چه پولای تو فوتبال جا به جا میشه. نه چه دک گلشون پایی میره. تو تویی؟ کی؟ شبیه منه جناب. سلام. شبیه توه؟ بله خیلی شبیه. از واحد است به مرکز یه جلسقی بیارستی ماشین منتقل میشه به پارکینگ. جناب سرمان جون مادر سویدی حال ما رو نگیر، هر چقدر دوست داره جریمه کن ولی ماشین ما رو پارکینگ نکن. حرف نباشه، آبروی مملکت شما آوردی، یه بازیکن آوردی، دو فصل شدی رو نیمکت، تازه یه کلی هم نداره، یکی از پاهاشم کوتاه‌تر از اون پاشه. درست میکنم توفیق اشتاردی پیاده شو. آقا پیاده شو. شما هم دیدی؟ بله بفهمید. آهان نگاه کن ای جونم دمت گرم. یه این بر یه رخ بده، این بر یه رخ بده، حالا یه رخ بده اون بر. ای بابا نوکرتم، خیلی عشقی. ببین میگم تو بورسی ها لایک کارت بالا. بابا تون برو مال چیه بابا، من نوکرتم. ببین میگم با مام نمیتونی جور کنی واسه بابا بحره کم. نه آقا جون نه. ای بابا مگه تو رفیقه یا رفتلاسی نیستی همیشه بخواه ادامش کنم؟ ای رفیقش نیستی؟ ببین سوالای اضافی بخوای بکنی بزن بغل من پیاده شم. نه داداش بزن بغل بابا بخوام پیاده شم. بابا کار زندگی داریم ما. فروغ سپیده آخی سلام. سلام بابا جون. بابا اینا چیه؟ اینا واقعیت داره؟ تو دیگه چرا دختر؟ یعنی فضای مجازی تا عشق پدر دختری هم نفوذ کرده؟ اگه تو هم باور کرده باشی که من باید برم بمیرم که. خدا نکنه قربونت برم، این چه حرفیه میزنی؟ ولی آخه بابا اینا نگاه کن، خودتی دیگه، این خودت نیستی؟ اینا برای من پاپوش درست کردن بابا جون. اینا میخوان خانواده ها رو به هم بریزن. هر کله یه دوربین دستش گرفته تو شهر میزنه پخش میکنه، هیچ کم جلو درش نیست. این فضای مجازی نیست که، باطلاقه، پر از لجنه، پر از کثافته که دارن میپاشن تو خونه مردم. بابا من تحمل این چیزا رو ندارم، هرچی دلشون خواسته به شما نسبت دادن. بیا یه دونه این کامنت ها رو بخون، بیا ببین چی برات نوشتن. بابا اما بهمن چرا با ما این کارو کرد؟ خب چرا من میپرسی؟ برو ازش بپرس، بگو چرا حرمت رفاقت رو نگه نداشتی؟ ببین حالا چیکارش میکنم، بلای به روزگارش میارم، اون سرشون رو پیدا بشینو ببین. از شما یکی دیگه توقع نداشتم. شما وقتی با برادر خودتون اینطوری میکنین با غریبه ها چیکار میکنین؟ خانم تو خدا شما یکی دیگه کوتاه بیا، من الان به اندازه کافی اعصابم خورد از دست گلکاریه. آدم هر چی بخواد دیگه آین توف سر بالاست. برم یه گلگاو زبونی استقدوس چیز درست کنم بدم بخوره این بنده خدا آروم بگیره. البته برای اون تابشم دارم، باشه به وقتش. منم اگه دستم بهش برسه کاری میکنم که از تابیدم بیفته تا دیگه بی اجازه دستو گزارش من نبره. خانم بهش بگو با توفیق مشکل داره، چرا پای منو میکشه وسط؟ با اجازتون بفهم. خیلی خوش اومد. برم این نوشیدنی رو درست کنم. سورپرایز توفیق. بی توفیق سورپرایز درد
سورپرایز مرد توازی میگم اجازه بده من اجازه بی اجازه ببین یه کلمه حرف نمیزنی فقط گوش بکن ببینم تو به اجازه کی دست و گزارش من بردی چرا رفتی یه شکست و فیلم گرفتی ها بابا تو با دوماده تو سر ارث و میراث دعوا داری چرا منو میکشی واسه میخوای شکممو سفره کنی چرا منو چاقو میکنی احمد تو فکر کردی با این کارا رابطه من و توفیق به هم میخوره محاله من ها چه جواب من نمیدی چرا مثل دیوار وایسادی چرا ساکتی صدا در میاد آخه اجازه نمیدی من خفشو ببین این بار آخرت باشه از طرف من گزارش تهیه میکنی از طرف من چیزی رو آپلود میکنی میذاره روی سایت خدا شاهده دفعه دیگه این کارو بکنی بهت رحم نمیکنم فهمیدی خیلی بیت توفیقه وایس صدا در در نیاد خدا بیا بالا کارت تقصیر خودتون بفرمایینم از زنمون تقصیر خودته آخه من هر چی میگم شما گوش نمی کنی. من گوش نمی کنم؟ بله یه گوشتون دره یه گوشتون دروازه چند بار گفتم یه چک بنویسیم بدین دست این بچه دهنشو ببندی خانم شما وسط دعوا وقت گیر آوردی اونم با این حال من چون دارم حالتونو میبینم دارم راهکار جلوی پاتون میذارم عزیز من خانم راهکارشو من میدونم چیه من از اینجا باید برم پایین در خونه بهمنو بزنم بیاد بیرون با مشت بخوابونم پای چشش این راهکارشه اینجا که میدون فوتبال نیستش که با مشت و سوت و فوش بتونی نتیجه بازی رو عوض بکنی فوش خورو باید فوش داد زدنی رو باید زد فرقی هم نمیکنه. من رفتم با بهمن صحبت کردم روحشم بنده خود خبر نداشت خانم شما ساده ای من؟ پشت همه این حرفا بهمنه نکنه میخوای بگه گروه داشت خودت بلند میشه ها؟ متاسفانه درد این بچه هم پوله این بچه اومد زیر سایه شما قد بکشه هرچی اون پا پیش گذاشت شما پسش زدین چاره ای نداشت جز این که بره تو تیم بهمن الانم بغضش زده بالا راستشو بخواید من نگران فردام بفرم الانم نگران اونه نه نگران آبروی من نه نگران آبروی خانواده توفیق خان تا این آتیش شعله ور نشده یه چک علل حساب بنویس من بدم به این بچه دهنشو ببندم این موضوع با چک حل نمیشه با چک حل میشه که یه نرمادشو بزنم زیر گوشش تا آدم بشه بشی ممنون هفتش تومن یه چیکه هفتش تومنی شما بنویس هفتش میلیون؟ بله ساده ای؟ من نمیدونم توفیق خان چی میشه بعضی وقتها شما فراموش میکنید دارید با کی حرف میزنید من اگه بخوام خودم میتونم یه چیکه هفتش تومنی بنویسم بدم به این بچه ولی میخوام چک شما باشه شما چکو بنویس بقیهش با من حلش میکنم سلام داشت چرا اینجا بازدی؟ میرفته تو من برای توضیح میدم همه چی رو توضیح میدم داداشه گلم چرا اینقدر عصبانی هستی؟ بریم بشینیم با هم بحث میکنیم حلش میکنیم بیا داداشم بیا دیگه بیا عصبانیت نداره برو بشین چی رو میخوای توضیح بدی؟ همه چی رو من میدونم تو عاشق لایک جمع کردنی آقای عزیز عاشق این هستی که دانلوداتو زیاد کنی به خاطر چنگاز پول اسپانسر و این مزخرفات ولی به چه قیمت؟ به قیمت این که منه بذاری زیر پات لک کنی؟ باشه خون سرد باش من توضیح میدم به جان خودت به جان بچه همون من اصلا رو هم خبر نداشت از قضیه بابا من یه گزارش نوشتم دادم دست تابش این گل اون زده به سر تو خانمتم شاهه برو بپرس برای آقای تابش که دارم خوبشم دارم ولی داستان من و تو از اونا جداست حالا شدی برای من منجی فوتبال به به خودم اومد بابا من چه کار به تو دارم من وظیفه رسانه ایم ایجاب میکنیم پرده رو بزنم بالا تا مردم بفهمن پشت پرده این فوتبال چه اتفاقاتی میفته آقای وظیفه گشتی منو پیدا کردی خیر منو چطوری اولی بسم الله خب چه کار کنم تو این فوتبال هر رایی که بریم یه جوری به دوم تو بسس تقصیر منه ببین فلزت خرابه حرمتی هیچ جا نداری نه حرمت رفاقت رو داری نه حرمت همسایگی رو داری نه حرمت داداشی رو داری
مگه چیا داری تو؟ آقای حرمت گذار یه ذره احترام داشت بزرگترت بذار. من خراب کردم، باشه حق با توه، درستش میکنم. حاضری مصاحبه کنی از خودت دفاع کنی؟ بله مصاحبه میکنم، خودم دفاع میکنم. توفیق هر چی گفتی به جون خودت میذارم رو سایت، ده به در نیاری یا آدمی که نظره میذارم. برو بشین مصاحبت بنویس، برو بشین از خودت دفاع کن. گرشان میرون ماشاءالله تو حرف زدن کم نمیاری. بگیرم. بله بفرمایید. بنا به سری دلایل مالی مجبور شدیم اتاق آقای آلفرد و پادینی رو خالی کنیم. خالی کنیم؟ وایزی چی خالی کنیم؟ آقا به دستور مدیریت بوده. اجازه دارم چیکاری بکنن ایشون؟ من فقط دیدم ایشون جایی رو بلد نیستن، نمیدونن کجا باید برن. گفتم باهاتون تماس بگیرم. ایشون اونجا نگه دارین، از جاشم تکون نخوره تا من بیام هتل رو سرت تو خراب کنه. ماشین تو بده بینی. ماشین واسه چی میخواه؟ پلیس ماشینم رو گرفته خوابونده. یه رفیق داشتی تو اداره راهنمای رانندگی، یه کار خیر تو زندگیت بکن، زنگ بزن بهش بگو ماشین ما رو آزاد کن. خلافیاشو دادی؟ آقای قانون شما بپردازین، من به خدمتتون تقدیم میکنم. برزن این ماجرا هیچی بین من تو رو عوض نمی کنه. تا سر حد مرگ هنوز از دستت کفری هم. خیلی خوبی بالا. رسالت خبرنگاریشو انجام داده، صحنه سازی که نکرده که. خاله جون من الان از شما نظر خواستم. خاله جون بشو. اومدی ها؟ آب دستم بود گذاشتم زمین، مثل جت اومدم. بیا جت دار. خاله جون قربونتون برم، شما الان عصبانی هستین، خون جلو چشاتونو گرفته، یه کاری میکنین بعد یه عمر پشیمونی میمونه واسمونا. سلام داداش گلم. آخ قربون اون چشای قشنگت برم، این کارا چیه که تو میکنی ها؟ حالا بده کارم شدی. خاله جون دیگه اصلا کشتیش، هیچی ازش نموند که. تو برو پرتقال تو بگیر خاله. واه با این همه ادعا تو تربیت تو یکی موندم. آخه توفیق دستش به تو برسه که ازت توپ چلتیکه میسازه. باز داری از اون حمایت میکنی؟ سر داستان ارث و میراث این همه بالبال زدم، یه بار شد پشتم وایسی؟ تو تا کی میخوای این داستان نقش قبر میکنی؟ مگه تقصیر اون بدبخت بود؟ من و تو خودمون تصمیم گرفتیم پولمونو بدیم به اون روزنامه بزنه. سرانه مطالعه تو این مملکت پایین، مردم مطالعه نمیکنن، تقصیر اونه؟ ضرر کرده تقصیر اونه؟ قرار نبود تو سود و ضرر شریکش باشی؟ آها دعوا سر همینه دیگه. کی این قرار رو گذاشت؟ من گذاشتم. توقع نداشتی که ارث بابامو بدم دستش بگم ماه به ما نزول به ما بده که؟
قرار بود باش مشارکت بکنیم که کردی. خواهر من، تو جای منم تصمیم گرفتی. آره راست میگی، من جای شما هم تصمیم گرفتم. پس مقصر اصلی منم، اونی که باید از دست شاکی باشی منم، اونی که باید پوستشو بکنی منم. بیا بکن. آخه من دلم میاد قربونت برم. نمیخواد اینطوری مظلوم بازی در بیاری. اصلا اون کسی که باید قربونت بره منم، نه تو. راستی برای یه چک گرفتم، این شب عیدی پول تو جیبت باشه، بری خرید مریداتو بکنی تا ببینیم تکلیف این پسره با باشگاه چی میشه، بعد بفهمیم چه گلی باید سرمونو بگیریم. چقدر هست؟ 7-8 میلیون. خواهر من 7-8 میلیونم پول الان؟ از اون همه پول 7-8 تومن؟ نه 7-8 میلیارد گرفتم. چی میگی تو؟ تو پاشو برو چک تو پاس کن تا من برم ماله بکشم روی این گندایی که تو زدی. الان به نفعت نیست تو روش وایسیا. یادت باشه من بهت گفتم هیچ وقت حواست به کارات نیست. وقتایی که باید این ور باشی دقیقا میری اون ور، وقتایی که باید اون ور باشی میای این ور. هواشو داشته باش، خودتو بکش بالا. آره؟ آره. قول دادی کمک کنی از دلش در بیارم. حالا کجاش رو دیدی دارم رو مخش کار میکنم تو رو به عنوان مدیر رسانه‌ایش جا بندازم. مدیر رسانه‌ایش؟ واقعا؟ اینجوری که قربونتم میرم خواهر من. دست شما درد نکنه. دو دقیقه اومدیم خودتون رو ببینیم، همش داری آب پرتقال میگی. من خیلی دوست دارم. میشه جونت. سپر ستون بده کود میارو به هتل سیدم تو ماشین. های محترم ماشینتون رو اینجا برده. چشم رو برمیگردم. های محترم، های محترم چی باید بگم به شما؟ تاریخ 2500 ساله با مهمون نوازی ایرانی برای یه آدم خارجی بدبخت اینه؟ چک خواستیم بهتون دادم، چی کار نکردم؟ چی باید میگفتم که نگفتم؟ بگین همونو من بگم. چیزی نمیخواد بگی دوستان، صداتون بیاریم پایین. فقط حسابتون رو پر کنی که یه وقت چکتون بر نگرده. چک من برگرده؟ چقدر پول بوده که خود برگرده؟ هر چقدر بوده الان مشخص میشه. همین الان وکیل هتل با نیروی انتظامی و حکم جد میاد الان سراغتون. از خودتون و هتلتون متنفرم. اگر من این تک تک ستاره‌های هتل رو برنداشتم جاش دکمه نذاشتم و توفیق نیستم. بده من اون پاسپورت رو ببینم. صبر کنید الان وکیل هتل میاد. باشه صبر میکنم. I'm worried. Not happy. نمیشه آقا. این کار کاملا خلاف قوانینه. بابا چرا اینقدر سخت میگیری؟ یه ضرب المثل ایتالیایی هست، میگه قوانین برای این خلق شدن که شکسته بشن. ببین چه فرقی میکنه بین شناسنامه من با پاسپورت من خدا؟ بابا مهمون منه، میفهمی یعنی چی؟ من میتونم الان اینجا یه اتاق اجاره بکنم، اینو با من همراه خودم برم تو، میشه؟ فرقی نداره؟ نه چه فرقی من اتاق با شناسنامه شما بدم به یه آدم خارجی؟ نمیشه. آقا شما بخوای میشه. ببخشید من باید یه تلفن بکنم. بفرمایید شما تلفن کنید من تلفن جواب بدم. الو آقای مدیر، دوربین بخش ما رو دارین رو مانیتورتون؟ این آقا رو دیدین که من باشون صحبت میکردم؟ این هم کلاوردار فوتبالی هست، شناختینشون؟
بله دقیقا بازیکن پا شکسته رو میخواست قالب بکنه. حالا نمیشه بره تو ماشین بخوره. میستر توفی، what happens؟ وقتی جواب نمیدم، وقتی ریجکتت میکنم یعنی گرفتارم. حالا هی زر و زر زنگ بزن. توفیق خان، زر و زر اصلا کلمه خوبی نیستا. ببخشید بابا، از من خورده این پاسپورتشو گرانی گرداشتن، حالا هیچ هتلی قبولش نمیکنه. خب ورش دارید بیاردش خونه؟ حرفی میزنی یا خونه کجاست؟ طبقه بالا که خالی افتاده. ایشونم مهمونن، مهمون حبیب خداست. نمیشه شب عیدی بذاریم تو خیابون بمونن که صلاح نمیدونین طبقه پایین باشن. طبقه بالا رو براشون آماده میکنم. اینقدر اصلا من خورده فکر خودمون نره. اشکال نداره، اینقدر شما هرس نخورین، برای قلبتون خوب نیست. تا شما تشریف بیارین من دادم طبقه بالا رو آماده بکنم. خدافیز. پشو. What؟ پشو بلیتت برد. Let's go. Let's go. بزن بل نکن، بزن. خوب بس نکن. با بابر کن، هرچی بربری خرابتر میشه. و حرف مفت نزن. هزار رو بهت گفتم با این لگن نه و تخت گاز برید. چی خریدی آخه؟ مواظب باش. سلام آمد. سلام. بابا حسین که چند بار با شما تماس گرفته بعد شما جواب ندادی. نمیدونم اون دستم گیره. حالا چی کار داشت بابا؟ نمیدونم چی کار داشت. عمو دیگم خیلی گزارش بدی بود علیه بابا. به خدا از صبح چند تا دوستام هی زنگ زدن میگن چی شده چی شده چی شده چی شده. آبرومون داره میره. عمو تو خود تو قاطی ماجرا نکن. من بابات گفتم یاد یه مصاحبه کنه بشین خودش دفاع کنه اگه راست میگه. اما من همه چشم امیدم به شماست. به خود بابا تو رو خدا بپا. خیلی خوب آدم رو خل میکنی. چشم امید به خدا باش. برو کنار من. این مصاحبه و گزارش و اینا همه درست میشه، مهم اینه که آدم اخلاق رو نوازه. ما دو تا آدم عاقل و بالغ هستیم، اگه با هم بحثی جدلی داریم نباید بابام بابات عمه خاله عمو همه همسایه‌ها بفهمن. ای بابا How are you doing, guys? Thank you. Nice to see you here. How are you? I'm good. How are nice you doing? Nice to see you too. سلام عزیزم. حال شما خوبه؟ اینجا ایرانه. مواظب دستت باش که یه وقت هرز نره. مراقب باش. What's up? Nothing, Mr. Tufi brings me here. سلام. سلام عمو جان. My home, your home. That's your home, huh? Yes. سلام داداش توفی. سلام. Hi. This is a brother. Hi. Hi. Oh, بابا با این دست کثیفت. مهمون خارجی داریم. من بقیهش باش توضیح میدم. برمان فرد آقا من جان. آقا من میخوام این ایام عیدی این سدونگ شما رو ازت اجاره کنم. واسه خودت میخوای یا واسه این آقای؟ گفتم پیش من باشه خیالم راحت تره. ببخشید سفید خانم، ببخشید این آقا قرار فقط توی زمین چمن باشه. الان واسه چی داره میره بالا؟ به شما ربطی داره؟ به شرط که به استدیوی من اون گل پوشه جا کاری نداشته باشین، تو دست پای من نباشه. ببین یه اتاق بخواد فقط شبو بگیره بخوابه. همین. محض اطلاعاتم بگم ایشون از این بعد تو این خونه میمونه. ببخشید تحت چه عنوانی؟ تحت هر عنوانی. تصمیمیه که بابام گرفته. جرأت داری برو خودش بپرس. معلومه که جرأت دارم، میرم میپرسم. برو بپرس. عمو جان ببخشید من خواستم بپرسم که یه لحظه ببخشید کارتون داشتم. عمو جان ایشون برای چی الان دارن میرن بالا؟ منو میبینی؟ من تو رو ریز میبینم، بعضی وقتا اصلا نمیبینم. بله این که کاملا مشخصه، منتها من چون البته سوء تفاهم نشه، چون طبقه سوم سدونگش مال منه، من حق دارم بدونم برای چی دارم میرم بالا. هر موقع در مورد ساختمون میخوای با من صحبت بکنی با ولید بیا. روشنه؟ عمو جان آخه من باید بدونم که یه دیلاغ از خارج اومده و واسه چی داره میره طبقه سوم. برای این که من میگم اینو تو کله پوکت فرو کن. بله قانه شدم. قانه شدی؟ بله. حالا برو چمیدون دیلاغو بهش بده. من؟ بله من. عمو جان